درود بر شما، با آرزوی بهترین ها. امروز فیلم توقی رو دیدم، ساخته علی حاتمی 1349، و کست این فیلم یعنی مجموع بازیگران این فیلم شامل بهروز وثیقی که آسید مرتضی بود، یه دختری به نام توبا که در واقع اویسی، خانم آفرین اویسی هست، هنوزم بازی میکنه، و ناصر ملک موتی خدا رحمتش کنه که سید مصطفی بود. یک رقابت بین کبوتر بازای کاشان هست و موضوع عشقی هم هست. جال اولوف اینجا مادر بهروز وثیقی هست، به اصطلاح نابینا است. جالبه که دعاش تشویق میکنه که بره بچهش رو بکشه. این یکی از عجایب فیلم بود، یعنی داداشه داییه بیاد قرضاده رو بکشه و مادره تحریک کرد داییه رو که بیاد پسر همین جاله اولوب رو که مادر بیروز وسوق باشه، بیاد بیروز وسوق رو به جرم خیانت بکشه. به من مفید بازی میکرد جواد خالدار، خدا بهش طول عمر بده. آقای به من مفید انصافا به من مفید خیلی بازیگر خوبیه، در حد همون نامبر وان های ایران هست. و یا آقای به نام غلام رضا سرکوب که نقش عباس کاریچی بود تو فیلم به دست بهروز وثیقی کشته میشه، الان 1359 مهاجرت کرده، رفته به انگلیس و خانومش هم اسمشه دوان هم فامیلشه توی همون انگلیس هستن. خانوم اوبیسی هم آفرین تو متولد 1330 لاهیجان هست و بعد انقلاب هم فیلم بازی کرد. و این فیلم های درشا رو من میبینم، یه خدا بیامرزه به شاه میگم، و همیشه واسه من سواله که چیه، چی بوده اون موقع میگفتن طاغوت؟ ما طاغوتی ندیدیم دوره شاه. الان هرچی غارتگرها دزدا جمع شدن با هم دیگه، جلوز بغداد دارن غارت میکنن ملت رو. بیشتر فیلم های دورشا نوستالژیکه که مخصوصا اون آزادی و صفا و شادی مردم آدم میبینه، خب حسرت میخوره همیشه اونها رو. فیلم های دورشا چند تا ویژگی داشت، به شدت مذهبی بود. یه بار تو اینستاگرام گفتم بعضی خندیدم، به شدت از دوره پس از انقلاب مذهبی تر بود. همین فیلم یه کاغذ برداریم، فیلم توقی رو اگه شما ببینید از اول یادداشت کنید، شاید 100 مورد توش صحنه مذهبی، تکیه مذهبی هست، بارها مسجد، نماز جماعت، امامزاده، کلی قسم به اهل بیت، فاطمه زهرا و فلان و فلان و فلان، زیاد نذر خیلی زیاده. این اگه شما اینا یه فیلم دورشا رو با یه فیلم بعد انقلاب بذارید، فیلم بعد انقلاب اصلا لایق شده عملا، نه بازیگرا دیگه رغبت دارن از این تکیه کلامای مذهبی به کار ببرن، نه تهیه کننده و کارگردان، ها مردم دیگه نمیخوان، خسته شدن از مثل، به خاطر همین آزار اذیتی که آخونده میکنن تو قضیه تهجر. ولی دورشا به شدت مذهبی بود، من بارها گفتم خود محمد رضا شاه پدر انقلاب ایران بود، یعنی عملا کاری که محمد رضا شاه کرد منجر شد به انقلاب مذهبی سال 57 و خود شاه در واقع باعث بانی انقلاب بود. و عمدن به نظر من شاه کاری میکرد سینما مذهبی باشه، انقلابی باشه، حتی سینما شاه انقلابی بود، تحریک به انقلاب بود، مثل خیلی فیلمایی که توش متاسفانه حتی مثل فیلم های مسعود کیمیایی تحریک و تشویق به چاقو کشی، تحریک میکرد مردم که چاقو کشی کنه. از این کارهای مسعود کیمیایی خوشم نمیومد، چون که تمام فیلماش تشویق به جنایت و جرم و ظاهر تو فیلم مثلا نشون داده که طرف با چاقو رفته حق خودش رو گرفته یا مثلا یه چیز پلید کشته، اما پیامی که از فیلم‌های مسعود کیمیایی گرفته میشه تمامش توش چاقو کشی و خشونت ترویج و تشویق شده. بعضی از این فیلم‌ها اینطوریه، ولی بیشتر فیلم‌های دورشا از این جهت تم مذهبی داشته، فقط به خاطر ترس از کمونیست. این فکر کنم سیاست شاه و ساواک بوده،
شاید هم جامعه در کل اون موقع واقعا مذهب نظر مذهب غلیظ بوده انصافا، جامعه دور شاه خیلی مذهبی تر بود، خیلی جامعه بعد انقلاب اسلامی اصلا جامعه لاییکه، اکثریت مردم سکولار شدن، دینشون از دست دادن، ولی دور شاه مردم جامعه مذهبی بوده. نگاه نکنیم به یک صحنه کابره و یک صحنه رقص جمیله و یا صحنه عرق خوری، اینا رو ملاک قرار ندیم، بلکه کلیت این فیلم های دور شاه فیلم ها تمام مذهبی انقلابی به این صورت بوده. کافی شما بشمارید فقط چند تکه کلام مذهبی و تشویق به عناصر هویتی مذهبی تو این فیلم ها وجود داره و این قضیه واسه من جالبه از سینمای شاه که چرا انقدر مذهبی بود، تکیه کلام های مذهبی توش هست، موضوعات امامزاده و مسجد و تکیه آخوند و اینا عمدی بوده، سیاست یا ساواک بوده یا خود شخص شاه بوده جامعه رو مذهبی کنه، مذهب رو غلیظ کنه، که البته از دستش در رفت و به انقلاب ختم شد. این سیاست مذهبی سازی و تشویق مذهب از ترس کمونیست بوده. این شاه از ترس کمونیست افتاد از چا به چاله، شاید به این حالت بشه به گفت چاله به چا افتاده، این خودش دشمنان خودش رو پرورش داد از ترس کمونیست. بعد فیلم توقی یک نمونه از این فیلم های دورش ها، اگه شما همه رو در کنار هم بذاری اکثریتش به همین منوال هست و این تجربه رو خواستم در میان بذارم با دوستان. این نظر من در مورد سینمای دورش شاه هست. شاد پیروز و بدرود.